سلام و وقت بخیر. به سرویس خبری ساعت 6000 ورد با من ریحانه رابی و همکارم بلقیس بهار خوش آمدید. سرخط خبرها: یک پسر جوان در ننگرهار به دلیل نرسیدن به دختر مورد علاقه‌اش خودکشی کرد. مردی در قندهار خانومش را سر برید. رهبر جبهه مقاومت ملی: ما تنها گذاشته شده ایم. طالبان ورزش مبارزات آزاد را ممنوع کردند. نخست وزیر آلمان: به دلیل اخراج بیشتر مهاجران اهل افغانستان و از سوریه هستیم. شهبا شریف: تحریک طالبان پاکستانی حملات خود را از افغانستان سازماندهی می کند. یک عضو طالبان در فاریاب یک جوان را به قتل رسانده است. شماری از کارمندان تلویزیون یک اعتصاب کاری کردند. مشروع خبرها: منابع محلی در ننگرهار می گویند که یک پسر جوان در این ولایت به دلیل مخالفت خانواده برای ازدواج با دختر مورد علاقه‌اش خودکشی کرده است. منابع به هزار ورد گفتند که این رویداد سه‌شنبه شب 6 سنبله در ناحیه چهارم شهر جلال آباد مرکز این ولایت رخ داده است. به گفته منابع این جوان روحید نام داشت و با تفنگچه به زندگیش پایان داده است. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. رویدادهای خودکشی در میان جوانان در ننگرهار افزایش یافته است. چند پیش هم یک جوان 18 ساله در این ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده بود. منابع محلی در قندهار می گویند که یک زن 20 ساله از سوی شوهرش سربریده شده است. منابع به هزار آورد گفتند که این رویداد سه‌شنبه شب ششم سنبله در روستای غلام فاروق ولسوالی اسپین بولدک رخ داده است. به گفته منابع این زن حدود 6 ماه پیش با مرد 37 ساله که باشنده اصلی ولایت فاریاب است ازدواج کرده بود. شوهر این زن پس از رویداد از شهر فرار کرده است. هنوز انگیزه این قتل مشخص نشده است. مسئولان محلی طالبان در قندهار نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. طی روزهای اخیر رویدادهای قتل ناشی از خشونت‌های خانواده در قندهار افزایش یافته است. دو روز پیش هم یک مرد همسر خود را به دلیل گریه کودکش در ولسوالی دامان قندهار با تبر به قتل رساند. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید که این جبهه از سوی جامعه جهانی تنها گذاشته شده است. مسعود که روز سه‌شنبه 6 سنبله در نشست انستیتوت تحقیقی هادسن واشنگتن به گونه آنلاین صحبت میکرد، با انتقاد از رویکرد جامعه جهانی با طالبان گفت که کشورها طی 3 سال گذشته بدون قید و شرط با این گروه تعامل کردند. و ای افزوده است: ما در جبهه مقاومت ملی تنها نیروی هستیم که به جنگ جهانی علیه تروریسم در افغانستان ادامه می دهیم. متاسفانه ما تا حالا تنها بوده ایم. ما تنها گذاشته و فراموش شده ایم. و گفته مسعود، برغم این که جبهه مقاومت به رهبری او تنها گذاشته شده است، اما از حقوق مردم برای زندگی بهتر دفاع خواهد کرد. ریاست تربیت بدنی طالبان اعلام کرده که ورزش مبارزات آزاد به دلیل خشونت آمیز بودن ممنوع شده است. احمد الله وسیق، رئیس تربیت بدنی و ورزش طالبان، روز سه‌شنبه ششم سنبله به رسانه‌ها تایید کرده که این تصمیم توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه از طریق یک مکتوب رسمی اتخاذ شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تاکید کرده که در این ورزش احتمال مرگ وجود دارد و به همین دلیل این تصمیم گرفته شده است. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از شرکت در تمامی رشته‌های ورزشی منع کردند. اولاف شولتز، نخست وزیر آلمان، پس از حمله یک مهاجم سوری در شهر زولنگن گفته است که قصد دارد مهاجران افغانستان و سوریه را به کشورشان بازگرداند. شولتز روز سه‌شنبه 6 سنبله در مصاحبه با یک رسانه آلمانی افزوده که اگرچه قصد بازنگری قانون پناهندگی را ندارد، اما خواهان اخراج مهاجران اهل افغانستان و سوریه است.
وی تاکید کرده است که مجرمان حق پناهندگی در آلمان را ندارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که 3 روز پیش یک جوان سوری در یک جشنواره در شهر زولینگن با چاقو به مردم حمله کرد که در نتیجه 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. پس از این حمله دولت آلمان تحت فشار احزاب مخالف و افکار عمومی قرار گرفته است. شولتز همچنان گفته است که آنها در حال بررسی امکان بازگشت مهاجران به افغانستان هستند. پیش از این نیز یک جوان اهل افغانستان در شهر مانهایم به یک تجمع مخالفان اسلام حمله کرده بود که در نتیجه آن یک افسر پلیس آلمانی جان باخت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بار دیگر تاکید کرده است که تحریک طالبان پاکستانی TTP حملات خود را علیه این کشور از خاک افغانستان طراحی می کند. نخست وزیر پاکستان این سخنان را روز 3 شنبه 6 سنبله در نشست کابینه فدرال این کشور مطرح کرده است. شریف افزوده است که طراحی حملات مسلحانه TTP از افغانستان دیگر یک راز پنهان نیست. او تاکید کرده است هیچ جای برای تروریسم وجود ندارد. زمان پایان دادن به آن فرا رسیده است. ما هر منابعی را که ارتش نیاز داشته باشد در اختیار آنها قرار خواهیم داد. شهباز شریف این موضوع را با اشاره به حملات اخیر در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان بیان کرده است. چندی پیش 23 مسافر از سوی افراد مسلح در بلوچستان پاکستان تیرباران شده بودند. منابع محلی در فاریاب میگویند که یک عضو طالبان یک جوان 26 ساله را در شهر میمنه مرکز این ولایت با شلیک گلوله به قتل رسانده است. با گفته منابع این رویداد پس از چاشت امروز 3 شنبه 6 سنبله در نزدیکی مکتب ابو عبید جوزجانی در میمنه رخ داده است. منابع میگویند این جوان ملنگ نام داشت و از سوی یک عضو آمریت جنایی طالبان در میمنه به اسم سنجر پهلوان به قتل رسیده است. بر اساس اطلاعات منابع این جوان دکان مکانیکی داشت و در نزدیکی دکانش به قتل رسیده است. تا کنون علت و انگیزه این قتل روشن نیست. منابع محلی میگویند که طالبان فرد متهم به قتل این جوان را بازداشت کردند. اما مسئولان محلی این گروه در فاریاب تا کنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان موارد متعددی از قتل افراد به دست نیروهای این گروه گزارش شده است. کارمندان اتاق خبر و واحد سیاسی تلویزیونی یک اعلام کردند که بیش از 9 روز می شود که اعتصاب کاری کردند. نجیب الله دقیق، موجی خبر و برنامه های سیاسی این تلویزیون دیروز 3 شنبه 6 سنبله با نشر اعلامیه در فیسبوک خود گفته است که تعداد کارمندانی که اعتصاب کردند به 43 نفر می رسد. در این اعلامیه آمده است که آنان به دلایل چون نپرداختن تنخواه به وقت، عدم رسیدگی به چالش ها، بی‌حرمتی، برخورد غیر قانونی، حتی حرمت به بعضی از همکاران 9 روز اعتصاب کاری کردند. اما محمد فهیم هاشمی، رئیس و بنیانگذار تلویزیون یک، اعتصاب آنان را نادیده گرفت و به همین دلیل اعتصاب خود را ادامه می دهند. آنان گفتند برای روشنگری، برای عدالت، برای صداقت، برای ارزش گذاشتن به کار خبرنگاری تخصصی، برای راستی و درستی و برای نگفتن به استبداد رسانه‌ای اعتراض ما ادامه دارد. کارمندان این رسانه مدعی شدند که این شبکه تلویزیونی با وجود این که چندین پروژه صدها هزار دلاری دارد اما به کارمندان خود توجه نمی کند. این خبرنگاران از نهادهای ملی و بین‌المللی حامی خبرنگاران خواستار رسیدگی به این مسئله شدند. تلویزیون یک در سال 2010 میلادی فعالیت خود را در کابل آغاز کرد. این رسانه برنامه های خبری، سیاسی و سرگرمی نشر می کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این رسانه همچنان به فعالیت خود ادامه داده است و از این گروه در خبرهایش به عنوان امارت اسلامی افغانستان یاد می کند. این بود اخبار تا این ساعت. تشکر. خدا نگهدار.